یکی از برجسته ترین صفات ضد اخلاقی جمهوری اسلامی دروغگوییه. برای نمونه میشه به پدیده حسین فهمیده اشاره کرد. دروغی که آفریده شد برای دمیدن در تبلیغات جنگ و تهییج مردم. امروزه جمهوری اسلامی با استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی راحت‌تر دروغ میگه. با این حال حکومت در انحصار ابزارهای مدرن پیام‌رسانی ناتوانه و رسانه‌ها علیه این نظام و دروغگویی اون نیز عمل می‌کنند. نگاهی بندازیم به سه رخداد مهم سال 1398 که جمهوری اسلامی تلاش کرده واقعیت اونها رو پنهان کنه. با بالا گرفتن امواج اعتراضی، جمهوری اسلامی اینترنت کشور را به طور کامل قطع کرد. اما پس از سرکوب و کشتار گسترده، حتی حاضر نشد رقمی ساختگی برای تعداد جانباختگان، مجروح شدگان و بازداشت شدگان ارائه بده. ولی آمار واقعی اونچه تا کنون ما اطلاع داریم، با آماری که در رسانه‌ها اعلام میشه، خیلی خیلی فاصله زیادی داره. در واقع نظام در تلاش مسئله آبان 98 رو در ابهام نگاه داره، ولی این کار موجب نشد رسانه‌های مستقل خارج از کشور دست به تحقیق نزنن. چنان که خبرگزاری رویترز فاش کرد که جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات سراسری دست کم 1500 تن رو کشته. عوامل رسانه‌ای جمهوری اسلامی به انکار اون برخواستن، اما بازم عدد و رقمی ارائه ندادن. در 18 دی ماه هواپیمای تهران کیف هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین اون عمدتاً ایرانی کشته شدند. سپاه پاسداران و عوامل جمهوری اسلامی تا 3 روز به انکار این جنایت پرداختند، ولی انتشار یک ویدئو از لحظه اصابت موشک دوم و افشاگری دولت‌های خارجی حکومت را مجبور به اعتراف کرد. فرمانده ی هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت رو بر عهده گرفت، ولی حکومت حاضر نشد دادگاه مسئولان جنایت رو برگزار کنه، ماجرا رو کاملا شرح بده و جعب سیاه هواپیما رو به خارج از ایران بفرسته. موشک پرانی سپاه به هواپیمای اوکراینی تصویری شفاف از درهم تنیدگی انکار و دروغ با سرشت جمهوری اسلامی است. سازمان جهانی بهداشت اعلام وضعیت اضطراری کرد و بسیاری کشورها رفت آمد بین چین، منشأ ویروس و خود را لغو کردند. اما همچنان پروازها بین چین و ایران در تردد بودند. هواپیمایی ماهان در این زمینه مسئولیت مستقیم داشت. جمهوری اسلامی در 11 بهمن اعلام کرد پروازها بین ایران و چین متوقف شده، ولی هواپیمایی ماهان از 16 بهمن تا 4 اسفند دست کم 55 پرواز به صورت رفت و برگشت با چین انجام داده. متاسفانه از ناقلینی از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده. البته جمهوری اسلامی دست به دروغگویی ها و انکارهای دیگه هم زده. در نیمه اسفند رئیس صدا و سیما فاش کرد که وزیر بهداشت در جلسه اذعان کرد فروردین 1399 قله میزان ابتلا به کرونا در کشوره. اما همین وزیر بهداشت در 8 اسفند به خامنه‌ای گفته بود هرچه زودتر خبر خوش مهار کرونا را خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهورم در 6 اسفند گفت که از شنبه 10 اسفند همه چیز عادی میشه. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور. اون چه در نظام جمهوری اسلامی عادی شده، دروغ، انکار و ابهامه.